دوازده سال بعد از مرگ مهوش در تاریخ ششم مهر ماه سال 52 جلسه فوق محرمانه ای در منزل آیت الله زنجانی با حضور 11 نفر تشکیل شد. جلسه ای از سلسله جلسات هفتگی که سرنوشت انقلاب ایران رو بعدها رقم می زد. در این جلسه سید علی اکبر کبیر قاضی بازنشسته اظهار کرد که من در عمرم یک تشییع جنازه و یک مجلس عروسی با اهمیت و با شکوه دیدم. تشییع جنازه مهوش خواننده و رقاصه کاواره ها و عروسی فریدون فرخزاد. در این جلسه حاضران از این موضوع اظهار نگرانی شدید کرده بودند. این نامه یک سند تاریخی که اهمیت خاکسپاری مهوش رو در بین موافقان و مخالفانش نشون میده. خاکسپاری که با ترک خوردن دیوارهای قبرستان ابن بابویه معروف شده. ممنون میشم که در این ویدیو با ما همراه باشید تا بخش هایی از حواشی جنجالی خاکسپاری مهوش رو با همدیگه مرور بکنیم. صبح روز 27 دی ماه سال 1339 خبر درگذشت مهوش تیراژ روزنامه های اون زمان رو به 120 هزار عدد رسوند. عددی که یک رکورد تاریخی بزرگ در روزنامه نگاری اون زمان ایران محسوب می شد. مهوش با یک فولکس واگن در خیابان شاه تهران تصادف کرد و بعد از انتقال به بیمارستان سینا درگذشت و در ابن بابویه به خاک سپرده شد. خاک سپاری او به حدی شلوغ بود که دیوارهای گلی قبرستان ابن بابویه ترک برداشت و در مراسم حفل او هزاران هزار نفر شرکت کردند. مراسمی که شاید در زمان خودش شلوغ ترین خاک سپاری تاریخ ایران رو رقم میزنه. تورقی به اخبار و حواشی برخی مجله های اون زمان خالی از لطف نیست. مجله ترقی میگه مهوش در زندگی طرفداران و دوستداران زیادی داشت و تمام هنرمندان برای او اشک ماتم ریختند. روزنامه بامشاد درباره تجلیل فوق‌العاده مردم از مهوش و اجتماع بی سابقه‌ای که در مراسم شب هفتش برپا شده بود در سرمقالش نوشت مهوش البته مجتهد جامعه و شرایط نبود، زن هیچ یک از وکلا نبود، با هیچ یک از بزرگان نسبتی نداشت، از بام تا شام روی سجاده غلط نمی‌زد بلکه برعکس می می‌خورد و می‌رقصید، ولی هر چه بود روی تارهای دل مردم می‌نواخت و قلب مردم رو با همه هیجان و التهابش به سوی خودش کشیده بود. مهوش برخلاف بسیاری رجال علمی و فرهنگی و سیاسی که حرفشون رو مردم نمی‌فهمیدند، هر چه می‌گفت مردم می‌فهمیدند. وقتی می‌خواند این دست کجه، این تجلی روح شوخ و پرمزاح یک ملتی بود و مهوش جوابگوی خواست مردمی بود که به دنبال آدمی می‌گشتند تا از او راست بشنوند. مهوش وعده اضافه حقوق نمیداد، وعده خانه‌های مصفا نمیداد. نمی گفت فردا چه خواهم کرد و پس فردا. او بی وعده و وعیدی متاع خود را بی کم و کاست همان لحظه عرضه می کرد. مقاله در خور توجه دیگه‌ای به اسم کی میگه کجه مهوش راست می گفت از سپیده هم چاپ شده. سپیده در این مقاله میگه من برای داشمشتی ها می نویسم، برای لات ها، کلاه مخملی ها و جاهل ها، برای آنهایی که دل دارند و هیچ کس دلشان را به چیزی نگرفته. من برای مهوش می نویسم، برای کسی که همه به او بد گفتند، چون احساس می کنم کسی هم باید برای 200,000 نفری که بر سر قبر او حاضر شدند چیزی بنویسد. من برای زنی می نویسم که بچه به بغل پای پیاده با صداقت بر سر قبر زنی رفت که عمری او را خندانده بود. مهوش خیلی ساده، همانطور که مثل یک قارچ رویده بود، مثل یک قارچ هم از میان رفت، اما فرقش این بود که مسموم نمی کرد. شاید اگر کمی ریا و فریب در نهادش بیشتر بود، می توانست چهره مشهوری شود، نویسنده یا خواننده بزرگی، اما مهوش هیچ کدام از اینها نبود، تا زنده بود برای مردم خواند و شادی آفرید. مردم کوچه بازار دوستش داشتند، چون بانها دروغ نگفته بود. چون بارها وقتی می‌خواند این دست کجه، دستش را کج می‌کرد و مردم می‌دیدند دستش کجه، در حالی که بارها مردم دیده و شنیده بودند که بزرگان دستشان را دراز کرده بودند، قسم خورده بودند که دستشان راست است، اما در عمل کج بود. بهترین مقاله‌ای که میشه درباره مهوش نوشت همونی بود که مردم
با مراسمی که در شرکت کردند نوشتند. با اخلاص تمام احساسشون رو نسبت به مهوش نشون دادند و در مراسم شب هفتش مراسم بی سابقه‌ای در پایان یک زندگی نقش کردند. مراسمی که تا روزها به طور ناشناس سر چهارراهی که مهوش فوت کرده بود شمع روشن کردند. هر کس با هر وسیله‌ای که در دسترسش بود به ابن بابویه اومد. حتی گاری‌های بازار هم برای حمل و نقل مسافرها و عزاداران استفاده می‌شد. سنت‌های دیرینه شکسته شد. از گریه و زاری خبری نبود. کسانی که مست می‌آمدند و با شعرها و تصنیف‌های او به محوطه گورستان وارد می‌شدند. در میان دوستدارانش بانو دلکش، پوران و دوست صمیمیش آفت هم دیده می‌شد. جمعیت بیش از 150 هزار نفر تخمین زده شده بود و به قدری دست گل در گورستان زیاد بود که فرشی از گل روی زمین پهن شده بود. مردم میوه و شیرینی مجانی بین همدیگه هدیه می کردند. اغلب مراسم های هفته ابن بابویه تعطیل شد. از افراد مهم این مراسم آفت دوست صمیمی او بود که تعدادی از طرفدارانش با چاقو رو همراهی می کردند. مصدق و مانی هم در این مراسم شرکت کردند که اگر عده‌ای از جاهل‌ها به دادشون نمی رسیدند بلایی سرشان می آمد. گفتند مرضیه آمده و آنقدر شلوغ شد که زنها زیر دست و پا رفتند، ولی مرضیه را کسی ندید. نکته جالب توجه دیگه حضور ویگن بود که در میانه راه وقتی فهمیده بود جمعیت زیاد است از آمدن صرف نظر کرده بود، چون در مراسم شب هفت دیگری او را خیلی اذیت کرده و زنها نیشگونش گرفته بودند. حدود 10 ساعت راه بندان بود و مردم تا نیمه شب از آنجا برمی گشتند. قطار فوق‌العاده شاه عبدالعظیم هم حرکت کرد تا مردم را برساند. ترافیک به حدی شد که فاصله شهرری تا تهران حدود 3 ساعت بسته بود. مهوش که در سالهای آخر عمرش در فیلمی به نام مهر مادری بازی می کرد، با مرگ نابهنگامش این فیلم رو ناتمام گذاشت و کارگردان مراسمی از درگذشت او رو در فیلم گنجوند. گروهی از مراسم هفته او برای گنجاندن در فیلم برداری می کردند. مهوش خواننده ای بود که با همه موافقان و مخالفانش آنچنان محبوب شد که هیچ کس نتوانست جای خالی او رو پر کنه. خاطری جالبی از شهناز تهرانی، بازیگر فیلم جنوبی که در این فیلم نقش مهوش خواننده معروف کوچه بازاری چندین سال قبل رو بازی میکرد شنیدنیه. او میگه روزی از استودیوی فیلم برداری بیرون اومدم و دیدم که همه شیشه های اتومبیل نوام شکسته شده و روی صندلی اتومبیل یادداشتی گذاشتند که مهوش یکی بود و بس. هنوز خیلی زوده بتونی جای اونو بگیری. اگه بخوای بازم نقش اونو بازی بکنی با ما طرفی. دوستداران مهوش، روحش شاد و یادش گرامی باد. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و ممنون میشم که با نظرات ارزشمندتون به ما دلگرمی بدید.